عزیزانم به برنامه کودکان مقدمان بسیار خوش آمدید. خوشحالیم که با برنامه دیگه همراه هم هستیم. در این برنامه که به بازگشایی مدارس و تبعیض سیستماتیک و نهادینه شده در آموزش پرورش هست اختصاص داره، گفتگو خواهیم کرد در رابطه با 11 مهر که از طرف معلمین اعلام شده در اعتراض به وضعیت کنونی در آموزش پرورش. مفصل راجع به اون صحبت خواهیم کرد. ویدیو کلیپ های گوناگونی رو آماده کردیم که با هم خواهیم دید. این برنامه رو به اتفاق همکارم حسین خدایی‌فر در اتاق فرمان خدمتتون عرضه می کنیم. اما اجازه بدید راه های تماس رو مثل همیشه سریع مرور کنیم و برگردیم به موضوع برنامه. بسیار خوب، مثل همیشه با همین شماره تلفنی که در پایین صفحه مشاهده می کنید، از همین شماره تلفن از طریق واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو میتونید با ما در تماس باشید. فراموش نکنید به کانال تلگرام کودکان مقدمان سر بزنید. @کودکان_ام شناسه ما در تلگرام هست، @کودکان_ام. در فیسبوک ما رو دنبال کنید، در یوتیوب میتونید برنامه های تهیه شده نهاد کودکان مقدمان رو ببینید. ممنونیم از تماس های با ارزش شما و امیدواریم که به موقع بتونیم برخی از نکات و پیام هایی رو که برای ما گذاشتید پخش کنیم و راجع به اونها همه عزیزان اظهار نظر کنند. اما با توجه به وقت اندکی که در اختیار این برنامه است، بریم سراغ اصل موضوع، تبعیض نهادینه شده در آموزش پرورش و مبارزه ای که بیوقفه علیه اون ادامه داره. بازگشایی مدارس، نمیدونم وقتی که این برنامه پخش میشه مدارس باز شدند یا نه، اما اجازه بدید همینجا پیشا پیش از جانب خودم، از جانب نهاد کودکان مقدمان و همه تهیه کنندگان این برنامه، اول ماه مهر بازگشایی مدارس رو به خانواده های عزیز، به دانش آموزان تبریک بگم. میدونم شما خواهید گفت چه تبریکی، یک مصیبت برای ما، یک جداله، شما نمیدونید با چه گرانی با چه مصیبتی روبرو هستیم تا بچه های ما مدرسه برن. ما در همین رابطه در این برنامه صحبت خواهیم کرد. ما میدونیم و مدت هاست طی چندین برنامه پشت سر هم راجع به گرانی لوازم تحریر، شهریه ها، کالایی و طبقاتی کردن آموزش پرورش با هم گفتگو کردیم. در کنار همه این فشارها اما مبارزه ای در جریانه. معلمین و فرهنگیان روز 11 مهر رو، این روز رو به خاطر بسپارید. همه شما فعالین دفاع از حق کودک، همه شما خانواده ها، به تصویری که الان میبینید نگاه کنید. این وعده ملاقات ماست. این روز رو فراموش نکنید. 11 مهر رو در تقویم خودتون علامت بزنید. خودتون، فرزندتون، هر جا که معلمین دست به تجمع اعتراضی میزنن، در مدرسه، مقابل آموزش پرورش، این اداره یا اون اداره، در خیابان، در میدان، در هر کجا، خودتون رو به اونجا برسونید. این مبارزه است که ما با هم باید پیش ببریم. 11 مهر قرار ملاقات ماست هر جا که معلمین اعلام تجمع کردند. این تجمع بر سر چیه؟ اعتراض بر سر چیه؟ 3 سال متوالی پشت سر هم معلمین به میدان اومدن علیه این آموزش و پرورشی که به یک مؤسسه مالی تبدیل شده،
علیه پولی کردن و خصوصی کردن آموزش پرورش، علیه کالایی کردن آموزش پرورش، علیه مدارسی که جدا شدن، 23 مدرسه‌ای که با استانداردهای مختلف درست مثل یک جنس، یک کالا در بازار گذاشتن. پولدارها میرن جنس خودشونو میخرن، اون که دستش به هیچ چی نمیرسه باید بره مدرسه دولتی، و راجع به اون هم صحبت میکنیم که اونجا چطور سرکیسه میکنن، اونجا چطور تلکه میگیرن، اونجا چطور به نام همیاری ها و غیره کلا سر مردم میگذارن. معلمین طی این 3 سال هزینه پرداختند. معلمین زندانی، معلمینی که تحت تعقیب قرار گرفتند، معلمینی که با وثیقه های سنگین از زندان آزاد شدند، معلمینی که فعالیت اجتماعی اونها بر علیه این وضعیت جهنمی به یک پرونده امنیتی تبدیل شده، معلمینی که 7 برابر زیر خط فقر زندگی میکنند، در مدارس تخریبی، در مدارس مخروبه که جان دانش آموز رو میگیره، که هنوز با بخاری چکه‌ای قراره گرم بشه، که هنوز باید توش هیزم بسوزونن، که هنوز داره سقفش سر کودکان خراب میشه، هم معلم و هم شاگرد حضور دارن و وقتی سقف اومد پایین میرن معلم رو میگیرن. خودشون با زبون خودشون دارن میگن بیشتر از 63% مدارس در ایران تخریبیان. باور کنین این کلمه رو شما در اروپا به کار ببرید و یه جا بگید مدرسه تخریبیه و دانش آموز توش هست، واویلا میشه هستن. یعنی میگه تو میگی مدرسه تخریبیه، دانش آموز و معلم تو اون کلاس هن؟ داری میگیش؟ یعنی میدونی این مدرسه خراب میشه سرشون؟ پرونده جنایی تشکیل میشه، دادگاه دخالت میکنه. اینجا رئیس نوسازی و تجهیز مدارس میگه 63% مدارس تخریبی هن، بودجه با شما اینا رو درست میکنیم، تموم شد رفت. بعد میشه اون مدرسه ای که دیوارش خراب میشه دنیا رو از ما میگیره، میشه مدرسه شیناباد که هنوز دانش آموزانش دارن میسوزن، و هزار مصیبتی دیگه. یادتون باشه 11 مهر وعده ملاقات ماست. اما اجازه بدید برای خواستهای معلمین، برای اینکه این وضعیت فاجعه بار رو ببینیم، بریم سراغ ویدیوهایی که تهیه شده. برخیشو خود آموزش پرورش تهیه کرده، بسیاری از اونها در مدیای اجتماعی هست. به یک از یک زاویه ای به یکی از خواستهای معلمین میخواییم نگاه کنیم. اینجا روستای سهر گلوک در سر راه گشت به کوه سفید هستش. اینجا زندگی میکنن. اینجا داخل یه دونه کپر هستش. کپر ثابت، همیشه هم همینجا زندگی میکنن. و این هم مدرسه این روستا هستش که بچه ها در یه کپر درس میخونن. چند تایید بچه ها؟ 7 شاگردید؟ درس همتون خوبه؟ ای ابراهیم چند دومه؟ دوم. اون همو؟ اول. این همو؟ اول. شما؟ چهارم. شما؟ دوم. شما؟ دوم. ماشاءالله ماشاءالله. درستان خوبه؟ بله. میخونید همه تون؟ آها آفرین. خب برای یه جمله بنویس همون بینم پای تخته. بنویس جمله، هر چی دوست داری بنویس. بخونش. برادرم گوسفند را برای چرا میبرد. آفرین آفرین. بچه شما اینجا توپ ندارید بازی بکنید؟ فوتبال، متبال، تناب ندارید؟ هیچی؟ هیچی ندارید؟
اینجا ورزش مرزش چیکار میکنید؟ هیچ کاری؟ توپ ندارید. توپ ندارید ها. سرویس نداره. نداره؟ آغاز سال تحصیلی جدید و باز هم دغدغه‌ای به نام سرویس های مدارس. 27 28 نفریم توی مونت جانه میشیم، نمیتونیم بریم درس بخونیم. ما سرویس مناسب نداریم، با همه بدبختی میایم. ساعت 11:50 از مدرسه تعطیل شدیم. الان ساعت 2 هنوز سرویس نیومده. پراکندگی جمعیت در روستاهای نیکشهر، سرویس های غیر استاندارد و عدم تمکن مالی والدین از معضلاتی است که منجر به ترک تحصیل برخی از دانش آموزان دختر در دهستان های هیچان و چاهان شده است. با چی بیان؟ دخترها که نمیتونن سر جاده بیان. 28 نفر دانش آموز دختر داریم که خوابگاه هم ندارن، با وانت ویتا هم سرویسشون هست که فاصله شون زیاده. فاصله چهدان تا تابکتر تا چهان 20 کیلومتر و خوابگاه نیست. من هر یک ماشین هر یک نفر 4000 تومان یعنی گران. هم چه کجا پول پیدا کنه کارا گرفتار و گرفتار چه کو ماچ پول چه کجا بده چو کو. یکی از شروط واگذاری راه اندازی هنرستان کاردانش شبانه روزی در همین مجتمع بوده، اما با گذشت 7 سال هیچ گونه اقدامی شکل نگرفته و دانش آموزان همچنان بلا تکلیف و سرگردان. پایه پنجم و ششم با هم هستن، روی رو فرشی نشستن. یک کلاس بالغ بر 22 نفر. بله این هم در و دیوار کلاس، این پنجره کلاس، این تختی. تختی ندارم خانم محترم، تختی گفتین یه دونه داریم چرخشیه. چرخشی میچرخه. اینجا اصلا برق نداره، سیم کشی نداره. این یه کلاسیه که دیگه چون جا نبوده اومدن بیرون نشستن تو آفتاب تو حیات. البته لب آفتاب نشسته دیگه که بیشتر از این اذیت نشه. خانم معلمم مشغول تدریسن، هم پسرها هم دخترها دارن یک جا درس میکنن. تو همین یک تیکه که ملاحظه میفرماییم، از اول دبستان تا پای ششم با هم نشستن. ملاحظه میفرمایید در نداره و شیر که اصلا نداره و آب نداره و عرض می کنم که هیچی نداره. همینی که می بینید کلشه. این هم محل روشنی. بله هم نظافتی می نداره. این در مدرسه است. در آهنی سنگین یه خونه رو با مفتول بستن. عرض کنم که این که اصلا دیگه کلن تکیه به دیوار داده. در سنگینه. انشالله که نمی افته. انشالله نباید بیفته. صحنه‌هایی که عمق فاجعه آموزش و پرورش پولی، کالایی، امنیتی شده، محیط پادگانی، ناامنی که جمهوری اسلامی آفریده در این ویدیوهای کوتاه دیدید. این حقیقتی است که 40 سال مردم ایران با اون دست و پنجه نرم میکنند. این اون آموزش و پرورش اسلامی شده است که جمهوری اسلامی به مردم تحویل داد. ناامنی فقط در ساختمان نیست، فراموش نکنید. اون چیزی که الان ما دیدیم، ناامنی در زندگی کودک، ناامنی برای خانواده است، ناامنی در کتب درسیه، ناامنی در مغزشوییه، ناامنی در عیاب زاهاب کودکانه، ناامنی در ایجاد مدارسه، ناامنی برای معلمه، برای خانواده است. یک مصیبت آموزش پرورش و قربانی میگیره، مداومن داره قربانی میگیره. دیوار روی سر کودک خراب میشه، مدرسه آتیش میگیره، اینا دیده میشن بلافاصله. اما اونجا که جمهوری اسلامی و هیبت مصیبت بارش روی سر کودکان خراب میشه، گاهن دیده نمیشه. به خاطرتون هست در کردستان، در یکی از روستاها، دیوار مدرسه
فقط با تکیه دادن کودک به اون رویش افتاد و دختر نازنین دنیا از خانوادش گرفته شد و نشون میده چقدر مدارس ناامنه و جمهوری اسلامی چطور بیخیال موضوعه. باید یک بار دیگه رفت اون صحنه ها رو دید. روستای گرماش در 25 کیلومتری سنندج، روستایی که به خاطر دنیا جهانی شد. دنیای 6 ساله پای اول دبستان بود که دنیای کودکیش زیر این آوارها دفن شد. حتم تنیا خم نمتنین داری بیرم هوارم کرد که ابراهیم و دنیل خلوکانم حتم دیوارکه هم برزو کرد منم نالاکم در دیوارکه در کشد دارم منو مدیره خیلی دارین بتونه خب برزمانو خیلی نمیدیم. با صبوری خمت با شریف خمت مزدگیه. مادر دنیا هم دنیا رو سرش خراب شده، چرا که او دنیایش را از دست داده. بدایی تر وکم داغدار نوی بدایی تر وکم داغدار نوی با من حر کنیش که با هر دلمن کنی هر اندرم دلمن قد چایی. مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کردستان هم گفت از سال 90 تا کنون 3 بار نامه نوشتیم که این مدرسه غیر قابل استفاده است. مدرسه گرماش بالای 40 سال خدمت داره و غیر قابل استفاده بوده. متاسفانه در حین بازی دیوار قسمتی از دیوار سرویس بهداشتی که متروکه بوده بر روی بنده خدا میفته و مرحوم میشن. ما الان یکی از مشکلات عمده‌ای که داریم در سطح استان کمبود اعتباره. در حال حاضر 30% از مدارس کشور فرسوده و مکان مناسبی برای تحصیل نیست. حقیقتاً اگه ظرف 1-2 سال در کل کشور اعتبار پیشبینی در مجموع کشور پیشبینی نشه، حقیقتاً این نمیتونه آخرین حادثه باشه و ممکنه حوادث دیگه هم پیش بیا و اعتباراتی که امروز هست به هیچ عنوان نمیتونه تأمین کننده این مشکلات باشه. در حال حاضر بیش از 2800 باب مدرسه در استان کردستان وجود داره که بیش از 1000 باب مدرسه فرسوده است و از این 1000 باب مدرسه 300 مدرسه پرخطره. اگر یه فکر اساسی نشه و بازسازی نوسازی نشه این آخرین اتفاق در استان کردستان بخش هایی از ویدیو کلیپ هایی که دیدید توسط خبرگزاری های جمهوری اسلامی تهیه شده و عیناً با همون آرم ما نشون دادیم. همه این فجایعی که میبینید دست پخت جمهوری اسلامیه. مردم حق دارن بگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. مردم حق دارن بگن یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. مردم حق دارن بگن که اون بالایی ها باید پایین کشیده بشن. مردم حق دارن علیه این وضعیت فاجعه بار اعتراض کنن. جمهوری اسلامی آمار رسمی خودش اعلام میکنه که 12,242,000 دانش آموز در سطوح مختلف تحصیلی در چرخه تحصیل قرار دارن، نه 13 میلیون، 12,242,000. این آخرین آمار جمهوری اسلامیه، از زبون خودشون در اومده. چند تعداد دانش آموز واجد شرایط مدرسه؟ 20 میلیون. 20 میلیون دانش آموز واجد مدرسه و باید سر کلاس درس باشن، اما 12 میلیونش سر کلاس درس. یعنی 8 میلیون پرتاب شدن به بازار بیرحم کار. از آموزش پرورش محروم میشن، از کودکی، از شادی، از بازی، از تحصیل محروم میشن. و خیال نکنید اونها که رفتن سر کلاس که دیدید کجا رفتن سر کلاس، با چه مصیبتی دارن درس میخونن. خیال نکنید اوضاع بهتره. 1% جامعه، 1% ها بهترین مدارس رو دارن، پیشرفته ترین تکنیک ها رو دارن، حتی سفرهای خارج کشور دارن. 30 میلیون تومان برای سفر به فلان کشور اروپایی،
خانواده میپردازه، بچه هاشون دست جمعی میرن سوئد و نروژ و غیره هم میگردن. 1% ها، 99% دیگه باید بدون دنبال شهریه و کیف و کتاب و غیر. اما تازه اونا خوشبخت‌ترینن. کودکی که از مدرسه محروم شد نصیب هیولای بازار میشه و این مصیبتیه که با نگاه تیزبین لازم نیست به اون نگاه کرد. موج میزنه در خیابان. به این صحنه نگاه کنید. خدا وکلی بچه ما به خاطر ده تومن واسه پول کتابش که پول واسه هزینه مدرسه ندارم داره کارگری میکنه، داره چاله میکنه. به خاطر ده تومن بده قلمی کتابی نگاهش کن سر بگی بابا. اگر من تو فقر نباشم، تو بیچارگی نباشم، بچه 12 ساله کلاس ششم که بره کلاس هفت چجور باید بره کارگری کنم؟ به خاطر پول کتابش. این تصاویر نه کشور یمن، نه سوریه است، نه عراق، نه موزامبیک، اینا ایرانه. همه اینا دارن به زبان فارسی صحبت میکنن، همه اینا شهروند همین کشورن و همین هاست که معلمین رو به خیابون میاره. اونجا توش روسته هاست، راه درازی نیست. اجازه بدید با هم بریم به شیراز، به مدرسه دولتی و فغانه خانواده ها رو بشنویم. 800,000 تومان اگه دارین ما بچه‌تون ثبت نام میکنیم، اگر ندارید آقا بچه‌تون رو بردارین از اینجا بریم. خدا حافظ. منم بهش گفتم، گفتم آقای رضایی این صحبتی که شما دارین یعنی بچه‌های ما ترک تحصیل کنن، یعنی علم خدا حافظ. بله دقیقاً میگه آقا بچه‌تون یعنی درس نخونه. به سوی دزدی، پیش به سوی کارهای خلاف. شما خودتون میخوان که بچه مردم رو به خلاف برن. نگید آقا بچه‌ها رو بد آموزنده میکنن. کار شما هست. ما دوست داریم که بچه همون الان بیاد تو مدرسه وایس درس بخونه، ولی متاسفانه برخوردی با مادران انجام میدن که فکر میکنن با این بچه های افغانی هم همچون برخوردی نداره. من ازتون خواهش دارم اگر واقعا کلید علم اینه که هر کی پول داشته باشه میتونه بچهش به جایی برسه، خب بنر بزنید جلو مدرسه ها که اونایی که ندارن آقا بچه هاشون نیارن تو مدرسه، واقعا نیارن تا این مشخص بشه. یعنی اگر واقعا دزدیه من نمیدونم مشخص بشه، اگر حقیقت مشخص بشه، اگر ناحقیقت هم هست مشخص بشه. لطف کنید نسبت به این برنامه واقعا با اولیا همکاری کنید. ماها دستمون خالیه، داریم برج 1,000,000 و 1,200,000 تومان داریم اجاره خونه میدیم. خب من 2 تا بچه دارم، 2 تا 800,000 تومان، 1,600,000 تومان، خب من از کجا باید بیارم؟ اینم مدرسه، مدیر مدرسه هم جناب آقای رضایی، استان فارس، شیراز، شهرک احمدآباد. علیه کالایی کردن و خصوصی کردن آموزش پرورش، علیه تبدیل کردن آموزش پرورش به یک مؤسسه مالی، علیه تبعیض نهادینه شده در آموزش پرورش، علیه یک آموزش پرورش بیکیفیت و عقب مونده، علیه مغزشویی در مدارس، علیه دسترازی مذهب در زندگی کودکان در مدارس، علیه پادگانی کردن و به حسینیه و مسجد تبدیل کردن مدارس، علیه دستگیری معلمین، علیه وضعیت امنیتی ایجاد کردن برای اعتراضات معلمین، برای آزادی معلمین زندانی، علیه وثیقه و نگاه امنیتی به مبارزات معلمین. 11 مهر چاره درد ماست. اعتراض جواب میده، اعتراض نتیجه میده. از بلوچستان تا شیراز تا تهران تا کردستان همه رو در چند دقیقه دور زدیم، دیدید همه رو. هر لحظه با این گرانی و فلاکت ما دست و پنجه نرم میکنیم و قرار نیست زندگی ما اینطوری باشه. رو پیشونی هیچ کدوم ما ننوشتن باید مصیبت بکشی. یه چیزی هست به نام رفاه، خوشبختی، سعادت، آموزش پرورش رایگان
و 11 مهر بر سر همین برای یک آموزش پرورش رایگان با کیفیت شاد و انسانی، برای اینکه معلمین زیر خط فقر زندگی نکنند، برای اینکه به خاطر اعتراضشون به این وضعیت جهنمی تو زندون نیفتن، به 14 سال 15 سال زندان و شلاق و غیر محکومشون کنن، پرونده امنیتی برای خودشون و خانوادهشون بسازن. این وضعیت رو ما باید خاتمه بدیم، وگرنه بدتر از این میشه. هر کدوم شما الان میتونید قضاوت کنید 5 سال پیش وضع بهتر از الان بود، 10 سال پیش بهتر از الان بود. هر چی جلوتر میریم جمهوری اسلامی حلقه تناب دور گردن ما سفتر میکنه، میگه ریاضت بکش، باید برم توی یمن بجنگم، توی عراق، توی اینجا، آیت الله های مفتخر و مؤسسات نشر آثار امام و غیره و ذالک و با تریلی پول توش بریزم، به حسن آقا و حسین آقا و این آیت الله گردن کلفت و فران باید باج و خراج داد. کیا میدن؟ از جیب من و تو در میارن. چرا آموزش پرورش 5000 میلیارد کسری بودجه داره؟ سپاه پاسداران هم کسری بودجه داره، وزارت اطلاعات هم داره، دادستانی و دادگستری و دادگاه انقلاب و بنیاد نشر آثار امام و نمیدونم این آیت الله، اونا هم کسری بودجه دارن؟ ندارن. آموزش پرورش پولی و کالایی رو ما باید بساطش رو جمع کنیم. یک آموزش رایگانه، شاد، انسانی، با استاندارد و با کیفیت حقی است که ما از آموزش پرورش می‌خوایم و باید انجام بشه. 11 مهر روز وعده ملاقات ماست. در هر کجا که هستید به فراخوان اعتراضی معلمین، برای اینکه این جهنمی که آموزش پرورش و جمهوری اسلامی ساخته خاتمه پیدا کنه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. منتظر تماس های شما با همین شماره تلفن ها هستم، از همین شماره تلفن، واتساپ، وایبر، لاین، تلگرام، ایمو منتظر تماساتون هستم.